بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الصلاة والسلام على رسوله الكریم و آله و صحبه اجمعین. حضاری نهایت محترم جناب کرزای صاحب، جناب خانی صاحب و رئیس محترم شورای رهبری افغانای مقیم فدرالیست روسیه و همه بزرگان و عزیزان و شخصیتهایی که تشریف دارن، خواهرای ما، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کچیم از تمام صحبت ها با جنبه های مثبت و منفیش لذت بردیم. جلسه و مشوره همین است که هر کس خواستای دل خدا بسیار راک و راست و واضح دیدگاه خدا مطرح بکنه، یکی چی کسای موافقش است، چی کسای مخالفش است. بر حال دیدگاه را شما هم شنیدین، ولی ما آنچه را که میخواییم خدمت عرض بکنم به رشته تحرید در آوردیم، خدمتتان بقرار میگیرم. خرسندم که امروز در این کنفرانس مهم هدف تلاش در جهت آوردن صلح در افغانستان گرد هم آمدیم. از کشور میزبان فدراتیف روسیه و از برگزار کنندگان این نشست مهم و حیاتی و خصوص از شورای محترم رهبری افغانای مقیم فدراتیف روسیه صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. شاید هیچ کسی به اندازه آنانی که برای آزادی افغانستان تلاش کردند و سالهای سال با قربانی و فداکاری از خاک و مردم خویش دفاع کردند در آوردن صلح خرسند نشود. من هنوز 19 سال نداشتم که برای آزادی سرزمینم به مبارزه شروع کردم و در سنگرهای داغ نبرد رفتم. بخش اعظم زندگیم را در جنگ و مبارزه نجات وطنم سپری کردم. جنگی که برای آزادی، امنیت و آرامش بود، اما با تأسف هنوز مردم ما که شایسته ترین مردم برای صلح اند به آرزوی دیرینهشان نرسیدند. صلح در این سالها با آرزوی دست نیافتنی مردم ما مبدل شده است. سرزمین زخم خورده ما بیشتر از هر امری به صلح و آرامش نیاز دارد، در حالی که از تلاش های همه کشورهای جهان در جهت آوردن صلح در افغانستان سپاسگزاری می نمایم. از هر جهتی که در این مسیر تلاش می ورزد و تلاش هایشان مؤثر و مفید واقع شود سپاس، استقبال و حمایت خواهیم نمود. از ایالات متحده امریکا و نماینده ویژه وزارت خارجه آن کشور در امور صلح جناب دکتر زلمه خلیزاد صمیمانه سپاسگزاری می نمایم که برای آوردن صلح در افغانستان مسعی بیدریغی را به خرج دادند. علاوتاً از همه کشورهای جهان، منطقه و همسایه های افغانستان صمیمانه می طلبم که در جهت آوردن صلح واقعی در افغانستان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند. صلح افغانستان عامل آرامش منطقه و جهان است. این یک حقیقت مسلم است که جنگ افغانستان نه تنها کشور ما را صدمه زده است، کشورهای همسایه و منطقه و جهان را نیز از تاثیرات آن متضرر ساخته است. اجازه ندهیم افغانستانی که باید چهارراه اقتصادی کشورهای منطقه باشد و چهارراه جنگهای نیابتی مبدل شود. فرصتهای انکشاف و توسعه بیشتر از این از ما گرفته نشود. ما در صلح می توانیم مانند کشورهای همسایه و منطقه به توسعه و پیشرفت برسیم و به دستاوردهای بزرگتری نائل آییم. ما باید بالای یک اجماع سیاسی تمرکز کنیم و روند صلح را بین الافغانی نماییم که قابل قبول همه طرف ها باشد. بر اساس تفاهم مشترک ما نیاز داریم که روی آتش بس توافق کنیم، قناعت همه طرف ها را در نظر بگیریم، تأمین حقوق همه شهروندان، حفظ منافع ملی، حمایت از یک جامعه قانونمند، جدول بندی خروج نیروهای ناتو، خودکفایی و ختم کامل جنگ نیز از مسائل عمده است که باید روی آن تمرکز جدی صورت گیرد. یکی از طرف های جنگ کنونی افغانستان تحریک طالبان است.
از طالبان به عنوان جریان مخالف حکومت افغانستان که حضورشان غیر قابل انکار است تقاضا می نماییم که به صدای صلح‌خواهانه مردم ما منطقه و جهان و کشورهایی که در این جهت تلاش کردند لبیک بگویند و به این پروسه بپیوندند. ما موجودیت طالبان را قبول داریم و از آنها دعوت می نماییم تا خواستها و اهدافشان را از مجاری دموکراتیک و مردم سالارانه و دیالوگ بین الافغانی مطالبه کنند، نه از راه جنگ و خشونت. افغانستان در سالهای اخیر در نتیجه حمایت بی‌دریغ جامعه جهانی، مردم این کشور و مساعی رهبران سیاسی و دستاوردهای قابل توجه نایل آمده است که حفظ آن برای ما و مردم ما خط درشت و غیر قابل انعطاف است. بحث‌های حقوق زنان، تقویت و حمایت بی‌دریغ نیروهای امنیتی و جلوگیری از انپاشی آن من حیث سرمایه ملی، آزادی بیان، ارزش‌های مدنی و ملی و سایر مسائلی که حقوق شهروندان کشور را ضمانت می‌کند نباید در مورد تغییر صحبت شود، اما نمی‌خواهیم خواسته‌های طالبان را هم نادیده بگیریم. حکومت وحدت ملی باید از روند صلح به عنوان یک نیاز جدی، نه شعار انتخاباتی، حمایت صادقانه نماید و اجازه ندهد که صلح فدای حرص قدرت و بقایشان شود. صلح به عنوان یک ارزش بزرگ انسانی قربانی و فداکاری می خواهد و ما باید آماده هر گونه فداکاری و سودگذری در این راستا باشیم. حضار گرامی، شماری از حلقات حرص و آز قدرت، حرص و آز قدرت در این روزهای به نشانی اشتراک کنندگان این نشست و رهبران سیاسی افغانستان که دنبال تسریع و تحقق روند صلح‌اند یا وسرایی بیشمار کردند. اما حقیقت مسئله این است که ما برای آوردن صلح و پایان جنگ باید ظرفیت و میزان همدیگر پذیری خود را وسعت بخشیم و برای ختم جنگ هر قدمی را مثمر و ارزشمند بشماریم. این جماعتی که با این روند مخالفند ممکن منافعشان با ختم جنگ و آمدن صلح در خطر قرار گیرد و بی‌تابیشان از این سبب است. لازم به ذکر است که هیچ دایه مهربانتر از مادر نیست و آنانی که سالها برای آزادی این کشور مبارزه کردند بیشتر از هر کسی دیگر دلشان به آرامش این سرزمین میتپد و ناگفته پیداست که از راه جنگ هیچ جریانی برنده نخواهد بود. آنانی که ما را توهین میکنند و وطن فروش میگویند شاید برابر شمار سوراخ‌های بدن من که مرمی و چره توپ و تانک خورده است روز خود را برای خدمت به مردم و وطن سپری نکرده باشد. یعنی هر چره و سوراخی که جان ما داره اگر هر کدامش به یک روز نسبت بدیم برابر یک مخ روز کسایی هستند که خدمت به وطن نکرده ولی یه وسرایی میکنند. حضار محترم، من به نمایندگی بخشی از مردم کشور از صلح و هر تلاشی در این جهت حمایت نموده و در تحقق آن همکاری لازم مینمایم. جنگ را راه حل نمیپندارم و به صلح به عنوان یک نیاز جدی مردم و کشور ما نگاه میکنم. باور من همین است که پایان جنگ و آغاز صلح مسیر ترقی و پیشرفت ما را تسریع می‌بخشد و روح تازه در کالبد نیمجان این کشور دمیده خواهد شد. حضار گرامی، با توجه به این نکته که صلح نیاز جدی و حیاتی مردم ما است، اما فراموش نکنیم که حفظ دستاوردها، پیشرفتها، حضور خانم‌ها در تمامی عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی نیز نیاز است. باید به گونه این روند را مدیریت کنیم در دو ارزش همزمان حفظ شود. به منظور دستیابی به این آرزو، یکی از طرح‌های معقول که ممکن است قناعت طالبان را نیز فراهم کند تشکیل حکومت موقت مانند نشست بن به عنوان یک مرحله گذار و بیرون رفت از این مرحله تا از این مرحله نابسامان و شکنن در جهت قناعت دادن طالبان برای اشتراک در قدرت سیاسی از طریق حکومت موقت است. حکومت موقت با حفظ اساسات نظام فعلی کشور زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و همشمول فراهم نماید. اداره موقت باید فرصت لازم برای حضور احزاب، جریان‌ها و طیف‌های سیاسی را در روند سیاسی کشور فراهم کند
و بستر انتخابات شفاف را از طریق تشکیل کمیسیون مستقل واقعی قابل قبول همه هموار سازد تا جریان ها به شمول طالب ها با خاطر آرام در انتخابات به عنوان یک روند مردم سالار حضور پیدا کنند. تذکر این نکته را لازم می‌دانم که هرگز مراد من از اداره معقد بازگشت به نقطه صفر و آغاز دوباره نیست. ما به این عقیده هستیم که با حفظ روند سیاسی و چارچوب نظام کنونی اداره معقد را به عنوان مرحله گذار شکل بدهیم که طالبان با احساس عزت به عنوان شریک قدرت وارد میدان سیاست شوند و از طریق انتخابات مسیر خود را میپیمایند یا بپیمایند. این دیدگاه ما البته اشتباه نشود که در صورتی که صلح نتیجه بوده ارزشی را دارد که انتخابات چند ماه به تعویق بفته. یک بار دیگر از حضور گرم شما و از برگزار کنندگان این همایش، یعنی دوستان افغانی ما و کشور فدراتی روسیه، من حیث تأثیر کننده نشست صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.